بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر سروش. من قبل از اینکه به قسمت سوال برسم، از دوستانی که دفعه اول به ما پیوستن خوش آمد میگم. اگر لطف پیش من بیان بعد از جلسه و من شرایط اضافه شدن این کلاس رو خدمتتون بگم، و در ضمن همچنین به اطلاعاتتون برسونم که شنبه آینده 6 آگوست برنامه شهر دفتر مثل دیوان شمس هستش، بله، در محل مرکز اسلامی اوکلند 4:30 توسط آقای دکتر سروش در خدمتتون هستیم شرکت کنیم. 4:30 شده؟ اوکی. خیلی ممنون. سوالی اگه هست بخونیم اول. خسته نباشین آقای دکتر. در رابطه با مقدمتونه میخواستم ببینم که چطور میشه جوان رو با بود معنوی آشنا کرد تو این به قول خودتون زمانه انکار دینی، یعنی سوای حوزه دینی چجوری میشه آشنا کرد؟ خب ببینید، اولا آدم باید عزمش رو و انگیزش رو داشته باشه، یعنی خب از کوزه همان برون تراوت که در روز پدر مادری که خودشون ذوق این کار رو، انگیزه این کار رو، درد این کار رو ندارن، نمیتونن چنین بذر رو در دل فرزندشون هم بکارن. در درجه اول خودشون باید واجد این احوال و این اوصاف و این انگیزه ها باشن. متاسفانه خیلی وقتا پدر مادرها به جای اینکه رو خودشون کار کنن، سعی میکنن رو بچه هاشون کار کنن. خب نمیشه. به پدر و مادر باید گفت اول رو خودتون باید کار بکنید. پدر مادری که پروای راست گفتن و دروغ گفتن ندارن، بچه هاشون هم بالاخره پروا نخواهند داشت. یعنی اونا خیلی ریزکاری ها رو تو رفتار پدر و مادر میگیرن که پدر و مادر درک نمی کنن که این چگونه، یعنی بچه ها چه چیزایی رو توجه میکنن. لذا اولین شرط این است که پدر و مادر، یعنی مربی، حالا هر که هست، باید خودش واجد این احوال باشه، واجد این دردها باشه. این مولوی رو میبینید که خب به منزله مربیست یا آموزگاره. چرا کلامش انقدر اثر داره؟ برای اینکه خودش دردمند بوده، واقعا خودش سوخته جان بوده و این سوختگیش در دیگران هم آتش میزنه، اونها رو هم گرم میکنه. این نکته اول. دوم این که باید بدانند، یعنی ببینید ما هم علم داریم هم عمل داریم. چطور پدر و مادری یا مربیانی وقت میذارن برای اینکه به فرزندشون چیز یاد بدن، حالا یا خودشون یا پیش معلم بفرستنش، این رو هم باید جز برنامه شون بگذارن. ما خب غافلیم از این مطلب. من عرض کردم ما پروردن عقلانی فرزندانمون رو مهم میشماریم، اینکه درس بخونن، چیز یاد بگیرن، مدرک بگیرن، خب خوبه. پرورش عاطفیشون رو هم خب باید در نظر بگیریم، ممکنه گاهی هم غفلت کنیم. و اینکه مثلا بچه رو بی خود از جایی نترسونیم، یه همه چیز آموختنیه دیگه، اکتسابیه در آدمی. واقعا اگه بچه ببینه پدر مادر از موش میترسن، اونم میترسه. اگه ببینه نمیترسن، اونم نمیترسه. واقعا همینطوره. یا مثلا ببینن که در چگونه ریاکشن نشون میده به چیزهای مختلف، اونام همینطورن. این پرورش عاطفی هم شرط است. پرورش هنری هم البته خب خیلی خوبه. خب اون رو هم باید شروع کرد. یعنی ما حالا فارسی زبانیم، به نظر من در همین زبان فارسی ما بعد رفته رفته به جوانام یاد بدیم زبان خودمون رو، ادبیاتمون رو، شعرمون رو. حالا در زمان خود ما اگه فیلمی هم هست یا چیزای دیگری هست، در حد لازم اونا رو هم بیاموزن. اما معلمان عرفان و معنویت خب اینا فقیهان نیستن، اینا عارفانن که زبان اینها رو باید به اونا یاد داد، باید باشون نشست، باید براشون معنا کرد. اول خود آدم باید یاد بگیره، بعدم از همه مهمتر به میان جمعی باید اینا رو فرستاد که این فضاها تو اون جمعها وجود داشته باشه. و ما متاسفانه اینجاها محرومیم دیگه از اینها، باید به وجود بیاریم. اینکه حافظ میگفت که نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنیم. این معاشر و مصاحب حرف اول و آخر رو میزنه، توجه فرمودین؟
حافظ چی گفت؟ گفت که بیاموزمت کیمیای سعادت ز هم صحبت بد، جدایی جدایی. کیمیای سعادت اینه دوستانی باید داشته باشن جوانان، براشون فضاهایی باید ایجاد کنیم. مثلا فرض کنید به مجالسی که در آنها دعا خونده میشه، نه دعای عربی، دعای فارسی، شعرهایی که حالت دعا داره، نیایش داره. اینها من انشالله امیدوارم خداوند به من توفیق و عمری بده، من یک کتاب دعای فارسی میخوام تألیف کنم. و این کتاب دعای فارسی واقعا نه اینکه خودم دعا در بیارم، این دعا تو ادبیات فارسی پره. به جای اینکه ایرانیای ما بشینن دعاهایی رو که هیچی نمیفهمن چیه، حالا خوبه ولی خب درک نمی کنن، هی اینا رو به عربی بخونن مثل به چینی بخونن، چه فرقی میکنه، چه فایده ایده؟ خب این مولوی وقتی میگه باز خر ما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان ما رسید، خب من فارسی زبان اینو درک میکنم و با کمال تمنا و تضرع این رو در حضور خداوند این رو ابراز میکنم. در حالی که ممکنه یه دعایی به عربی باشه که همین معنی رو داشته باشه اما در من این اثر رو نداره. من خب من عربی زبان نیستم و ممکنم اصلا چهار تا کلمه عربی هم بلد باشم، ولی واقعا زبان خود شخصی چیزی دیگری است. منظورم اینه که تو این فضاها باید اینا بار بیان و وقتی که با این احساس و وقت رشد میکنه، ما حاجت داریم که نیایش کنیم، ما حاجت داریم که زیبایی رو ستایش کنیم. توجه میکنید شما ببینید این شاعران ما که انقدر معشوق خودشون رو ستایش کردن تملق نبوده، ما یه حسی در ما هست که میخواد آدم زیبایی رو ستایش کنه. اصلا در مقابل زیبایی ما نمیتونیم همتون ساکت وایسیم. دیدین همتون واو؟ خب این واو بالاخره همین کمترین ریاکشن است. دوستی ما داشتیم میگفت واو به فارسی میدونید ترجمهش چی میشه؟ گفتم نگو میشه یا ابوالفضل. یه وقت هم ایت ورکس، یعنی آدم میگه واو یا ابوالفضل. حالا ببینید ما میخواییم بالاخره یک عکس العملی نشون بدیم، یه چیزی. خب کلی از این شعرهای شعرا همینه، یعنی واقعا فقط ابراز ستایشی است که این ذات ما رو وامی داره که این رو بگیم. این زبان باز میشه در مقابل یه زیبایی رو که میبینه، خدا رو همینطور. اما این ذوق شکفته نمیشه مگر اینکه مثلا شما بنده دست بچه‌مونو بگیرین وقتی تو باغ میبریم به این زیبایی گل توجهش بدیم، به شعر میرسیم زیبایی شعر، به موسیقی میرسیم. در مقابل زیبایی ما باید حساسیت خودمون رو برانگیزیم. آدمای کور و کری هستن که این حساسیت رو ندارن. به قول سعدی گفت تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. واقعا جانورانن که تازه اونا هم با خبرن. این خیلی چیز مهمی است. ما غفلت میکنیم از این مطلب. ادبیات ما سراسر از این پره. البته شما اگر از اهل آموزش و پرورش بپرسید شاید این چیزا رو خیلی بهتر و با اصول دقیقتر و شناخته تر شده برای شما بیان کنن. اجمالش این استش که به این نکته باید توجه داشت، باید این رو برانگیخت، این حس رو در آدمی باید بیدار کرد. اونگاه هست که دیگه شخص به دنبالش میره، به یه بلوغی میرسه. ببینید یه پسر و یه دختر وقتی به بلوغ جنسی میرسن دنبال هم میره، یعنی معنی مصاحبت دو جنس رو میفهمن. اونا هم یه بلوغی میخواد و این بلوغ رو باید ایجاد کرد. اگه ایجاد مثلا سفر رفتن، نه به معنای توریسم، سفر آدم بره که به بچه‌ش بده بگه این معنی وطنه، این معنی غربته، این بازگشت به وطن اینطوریه. واقعا این معانی رو از توی اینا باید استخراج کرد. اگه ما استخراج نکنیم مثل آدم های گنگیم، یعنی چیزایی رو میبینیم معنیش رو نمیفهمیم. اینا همون چیزایی بود که دیگران از اونها این نتیجه گیری ها رو میکردن، این درس ها رو میگرفتن و به دیگران هم یاد میدادن. این نوشته ها و این کتابی که ما از او یاد میکنیم و بحث میکنیم واجد همین معانی و معارف. والا نه ببینید اینا نیومدن که این درس رو به کسی بدن. این توی آثارشون
من نمره اولی و اصلی رو به جمع ها میدم. توی این جمع ها باید بار اومد و این فضا رو ادراک کرد، احساس کرد. خب البته وقتی آدم دستش نمیرسه، خب به هر چیزی میتونه توسل بجوید و استفاده بکنه. خودتون باید انتخاب کنید دیگه، بر حسب مورد، یعنی قصه هایی که این چیزها رو میتواند افاده کنه و القا کنه، یا یه بیت دو بیت شعر گاهی انقدر در آدم اثر میگذاره و آتش میزنه تا تمام عمرش میتونه کار بکنه برای شخص. اینا رو باید بالاخره با تأمل و تأنی پیدا کرد و به کار گرفت. راجع به این فراخ که گفتین، میخواستم ببینم مولوی چقدر تحت تاثیر آراء افلاطون بوده. آیا خبر داشته از افلاطون و تئوریای اون یا نه؟ بله، چرا مولانا که حالا در وقتش ایشالله میرسیم. ببینید اتفاقا تمثیل غار افلاطون بارها در مثنوی تکرار شده. خب غار افلاطون رو همتون میدونید دیگه، در واقع شاید مهمترین آموزش افلاطونی است که میگوید که تصور کنید که کسانی رو در غاری جمع آوردند و اینو از عالم بیرون هیچ خبری ندارن، پشت به دهانه غار اینها نشستن و دست و پاشون در زنجیره به طوری که نمیتوانن برگردن و از دهانه غار جهان بیرون رو ببینن. از بیرون مردم که عبور میکنن سایه هاشون به دیوار مقابل میفته، ولذا این غارنشینان تنها حظشون از عالم واقع دیدن سایه هاست. هرگز امکان دیدن اصل برای اونها وجود نداره. همواره کپی میبینن، همواره نسخه میبینن، سایه میبینن. اونگاه البته بعد مثال میزنه، میگه یکی از این غارنشینان بالاخره به نحوی خودش رو نجات میده و بیرون غار میره. ابتدا وقتی که چشمش به نور میفته چشمش خیره میماند، تاریک میشه و تا رفته رفته با عالم بیرون خوب پیدا میکنه و عالم اوریجینال ها رو به اصطلاح میبینه. و بعد میگوید که حالا شما فکر کنید که این شخصه که بخواد به غار برگرده و دیگران رو خبردار کنه که شما تا حالا در عالم سایه ها و خیال ها زیست میکردید، واقعیتی در واقعیت جای دیگری است. اونها انکارش میکنن، اونها ممکنه حتی بگیرن بکشنش، که اشاره دارد البته به سقراط استاد خودش که خب همین کار رو کرد و نهایتا هم او رو به مرگ محکوم کردن. و همچنین اشاره دارد به این که در واقع اون چی که ما در این عالم میبینیم سایه است از یک عالم دیگری. خلاصه مطلب این است. و افلاطون معتقد بود تمام این معرفت ها و علومی که ما در این جهان به دست میاریم معرفت به سایه هاست، به اشباح هست، معرفت حقیقی در جای دیگری است. ما همه در غاریم و مادام که در این غار نشستیم جز سایه نصیب ما نمی شود. باید از این غار بیایم بیرون تا بتوانیم چشم بدوزیم به عالمی که این کپی ها و نسخه ها از اونجا گرفته شده است، که می شود همون عالم مصول، عالم مثال ها که حقایق در اونجا قرار دارن و سایه هاشون در این عالم است. خب و این البته خب میدونید دیگه داستان عرض عریضی دارد و چقدر تفسیر بر این مثال افلاطونی نوشتند خدا میداند و همچنان هم مینویسند. و خلاصه البته ارسطو موافقت نداشت با این طرح افلاطونی و اون عالم مصول رو باور نداشت. کثیری از حکیمان مشائی ارسطوی قبول نداشتند، ملا صدرای ما قبول داشت، سعی کرد اثبات بکنه. شهاب سهروردی عالم مثال یا اقلیم هشتم یا اون جابلقا یا جابلسا یا عرض ملکوت، اینا که در میان آورد در واقع بیان دیگری از عالم افلاطون بود. خب اون یه قصه خیلی مفصل. مولانا بارها در مثنوی خودش بدون اینکه نام افلاطون رو ببره، بدون اینکه نام غار رو ببره، ولی این مضمون رو می آورد. یکی از مثالهاش اینه، میگه وضع ما، شرایط ما مثل وضع و شرایط یک صیادی است که مرغی بر بالای سر او میپرد ولی این اون مرغ رو نمیبینه، سایه شو روی زمین میبینه و بعد مشغول شکار سایه میشود. مرغ بر بالا پران و سایه‌اش میدود بر خاک پران، مرغ وش
ابلهی صیاد اون سایه شود، می دود چندان که بیمایه شود، ره نبرده هیچ در مقصود خیش، رنج زایع سعی باطل پای ریش. میبینید دیگه دقیقاً قصه قاره افلاطونی است، فقط با این تفاوت که کسی سرشو بالا نمیکنه یا نمیتونه بالا بکنه، و این بالا یعنی عالم بالا، و لذا سایه ها رو روی زمین میبینه و دنبال سایه میدود و عمرش ضایع میشود، پاش ریش میشود و زخمی میشود و نهایتا هم چیزی البته گیرش نمیاد، برای اینکه سایه همون واقعیت نیست. لذا علم این جهان سایه علم واقعی است، برخورداری های این جهان سایه برخورداری های واقعی است، ثروت، شهرت، هر چی که شما بگیرید تازه خوباش ساین، اون بقیه که توفالن اصلا هیچی، و فقط برای کسانی میسر است که به اون عالم واقع و باطن و مصول برسن که سرشون رو بالا کنن، جرأت بالا کردن سرشون رو داشته باشن. من گاهی فکر میکردم این آیه از آیات ابتدایی سوره یاسین که خداوند میگوید که عده‌ای هستن که ذات خدا یاد خدا نمی کنن، چون که فل اقلاله فهم مقمحون، کسانی هستن که این زنجیری به گلوشون بستن به طوری که نمیتونن سرشون رو تکون بدن. فکر میکنم مأخوذ از قار افلاطونی است، و اینکه کسانی که چنان بستن این زنجیر به گردنشون سرشون نمیتونه بیان بالا، ولذا خدا رو نمیبینن، عالم بالا رو نمیبینن، چون اندیشه های افلاطونی و افلوتینی در جهان اسلام رواج پیدا کرد، ممکن است در عربستان هم بوده. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون، ما برای کافران میگه و خدا ناباوران، ما اقلالی یعنی قلهایی در گردن اینها افکنده ایم، فهیه الالعذقان تا این چونه هاشون رو بسته، فهم مقمحون اینه هم تو کلشون اینجوری سفت مونده فلج و نمیتونن تکون بدن و بالا رو نگاه کنن. خیلی نزدیک هست به اندیشه افلاطونی، و کسانی که در تاریکی غاری گرفتار آمدن امکان حرکت برای اونها نیست، اطراف رو نمیبینن، بالا رو نمیبینن، و فقط خیره مانده اند در یه نقطه‌ای که اون نقطه هم اتفاقا نقطه حقیقت و واقعیت نیست، بلکه سایه ها و اشباه هند، و حرف اونایی هم که نور رو دیدن به گوش اینا نمیره، حتی نه تنها نمیره بلکه اینا اگر دست و پایشون رو باز کنن ممکنه قصد جان اونها بکنن، برای اینکه به اونا میگن شما ما رو از این عالم گرم و نرم خودمون دارین میارین بیرون و به طرف چیزی میبرید که ما اونها رو اشباح میپنداریم، اونا باطلن، حقیقت همین سایه هاییست که ما میبینیم. و جاهای دیگه هم مولوی داره. لذا بله، اندیشه نو افلوتینی و افلاطونی در مثنوی هست. عرفای ما حالا از اینجا بگیم، در واقع اقبال لاهوری یکی از ایرادایی که به تصوف ما میگرفت علی رغم اعتقاد فراوانی که به مولانا داشت این بود، میگفت افلاطون این تفکیک میان عالم بالا و عالم پایین رو یاد اینها داد و پست بودن این عالم پایین رو، به همین دلیل افلاطون رو خیلی تخفیف میکرد اقبال، از اون سخنانیست که خب دیگران از اون نپذیرفتن، ولی میگوید که راهب دیرینه افلاطون حکیم از شمار گوسفندان قدیم، یعنی او رو گوسفند میدانه، میگه درس گوسفندی به دیگران میداد، و درس گوسفندی یعنی معنیش این بود که این دنیا خیلی پسته، اهمیت بهش ندید، فکر یه عالم دیگه باشید. و اقبال لاهوری معتقد بود پست دانستن این عالم همون چیزیست که نهایتا انحطاط عالم اسلامی رو رقم زد. توجه فرمودید، نه هر کسی اندیشه افلاطون رو کما هو و حقه میفهمید و عمق او رو در میافت، خیلی ها در همین سطح قشری او رو درک میکردن و لذا فتوا و فرمان به پستی این عالم دادن، و اینکه پستی لذا تن رها کن تا نخواهی پیروهن، فکر یه عالم دیگری باش و اون عالم دیگر رو هم در عجز و فقر جستجو کن، و خلاصش این شد که دیگران
پیشی گرفتن و این عالم رو جدی گرفتن و نگفتن که پس دست اون رو باید رها کرد. علی حال این اندیشه در تصوف ما که رواج فراوان دارد. من تو اشاره کردم به این عالم بی صورتی و ما میدونیم که خب خدا موجود بی صورتی. من تا خب مثلا جلسه قبل اشاره کردم که پیامبر خدا رو میدید یا جاهای دیگه اشاره کردم که بعضی عرفا اصلا خدا رو به صورت شیر میدیدن. من خودم مثلا یه امر بی صورتی رو اصلا چجوری میشه دید؟ مثلا حالا شاید مستقیما خیلی خوب نباشه. چجوری مثلا میتونیم زمان رو که صورتی نداره حالا تو خوابم که شده یه چیزی رو ببینیم بگیم این زمانه و بعد چطوری میفهمیم که این چیزی که میبینم خداست؟ یعنی اون مفهومی که حالا توی خوابی تو اون تجربه شما بودید. ببینید اونی که شیر رو میدیدن این که خدا رو به صورت شیر میدیدن، شیری میدیدن بعد تعویل میکردن، تعبیر میکردن که ما خدا رو دیدیم، نه اینکه خدا رو به صورت شیر میدیدن. شیری میدیدن و میگفتن معنیش اینه، تعویلش اینه. یا فرمثل یک پرنده رو با بالهای بسیار میدیدن، میگفتن این معنیش یک ملکه، نه اینکه ملک چند تا بال داره، 600 هزار بال داره، اینطوری که گفتن پیغمبر جبرئیل رو با 600 هزار بال دید. نه، معناش این هستش که این رو تعویل میکردن. اما اینکه چجوری تعویل میکردن و از کجا معلومه که تعویلشون راسته، این دیگه برمیگرده به اینکه ما یک کسی رو چگونه بشناسیم و تعویلاتش رو چگونه بدانیم. اگر پیامبر باشه تعویلاتش حجت و معتبره، اما در مورد دیگران اینطور نیست، ممکن هم هست تعویل باطل کنن. بله. ببخشید. گفت غمین نباشم اگر دیر آمدی که مرا سعادتی چطو البته دیر می آید. اشکالی نه احسن احسن آفرین. در این صورتدار بودن بی صورت هستیم، در این زمان بودن زماندار هستیم و در این اینکه معلوم، در این معلوم بودن در دنیای علت هستیم. این رو با توجه یعنی این چطوری تفسیر می‌کنیم؟ و بعدم راجع به تجافی صحبت کردیم، من به خصوص می‌خواستم خواهش کنم راجع به تجافی و انسانی هم صحبت کنیم و هم اینکه با توجه به اینکه دنیای ما دنیای قدره، این در این صورت بودن صورت دار هستیم همون و در این حال که باز اشاره فرمودیم به فلسفه منشایی که گفتیم ظهور دنیای تجلی و دنیای تعیون هستیم، میخواستم یک کمی اینها را آنچنان پشت سر هم شما بیان فرمودیم یک کمی بیشتر باز کنیم و به خصوص پشت تجلی و والا یعنی معنیش اینه که بنده یه سخنرانی دیگه بکنم امروز و این نکاتی که گفتم. خب فکر سخنگو هم باشید بالاخره، فکر خودتون نباشید. عرض می شود که والا ببینید، خب البته اینا من چون میخواستم نیستان رو اجمالا معنا کنم که از این نیستانی که ما آمدیم چه مفهومی رو میتونیم ما برگیریم و برداشت کنیم، اشاره کردم به تئوری‌های مختلف که همه هم در واقع به یه جا برمیگردن. یعنی اینها درک‌ها یا تصویرهای مختلف از چهره واحد حقیقتن. حالا چه ما بگیم از بی صورتی به صورت آمدیم، چه بگیم از علت به حالت معلولیت آمدیم و چه بگیم که در عالم الست بودیم و فیلمثل در شکل و وضع خاصی بودیم، خداوند با ما سخن میگفت، ما صدای او رو میشنیدیم و اکنون که آمدیم اون صدا رو فراموش کرده ایم. هرچه که باشه همه اینا عبارتون اخرای یک دیگرن. این خلاصش این استش که
ما گلستانی است که ما تو همین گلستانیم، اما ما رو تو قفس گذاشتن و ما گلستان رو نمیبینیم، در حالی که در قفسیم در گلستان هم هستیم. بویی از اون گلستان البته به ما میرسه، کسانی هم میان خبری هم میدن به ما که شما درسته که دیوارهای قفس زخیمه و بیرون قفس رو نمیبینید، اما بدانید و آگاه باشید که شما رو این قفسها رو در یه گلستانی آویختند و اگر شما از این قفس رهایی پیدا کنید میبینید که قبلا هم در همین گلستان بودید، نه اینکه تازه وارد گلستان شدید. باز مثالی که خود مولانا میزنه و دیگران، همون وضعیتی است که طفل در یا جنین در شکم مادر داره که در همین عالم است اما خبر ندارد که در همین عالم است. وقتی که به دنیا میاد میفهمه که بعدن هم در قبلا هم تو همین دنیا بوده، نه اینکه پا به عالم جدیدی نهاده است. فقط دیوارهای رحم مانع میشده که این جهان رو ببینه و درک بکنه. ما وقتی از این جهان بریم میفهمیم که در همون جهانی که همین الان هم هستیم پا نهاده ایم، به جای تازه‌ای نخواهیم رفت. فقط این دنیا رو الان یه جوری میبینیم چون دورمون بسته است، به صورت قفس میبینیم. وقتی که دیوارهای قفس برداشته شد گلستان رو میبینیم و میفهمیم که ما قبلا هم در گلستان بودیم. ما بالاخره از این عالمی که ما توشیم بیرون نمیریم، یه جای دیگه‌ای وجود نداره. ما تا همه عالم اومدیم و تا آخرش هم در همین، فقط دیوارهاش فرق میکنه. برای بعضیا این جهان فراختر میشه، برای بعضیا تنگتر میشه و تنگم میمونه. بعضیا چون مایل نیستن که این دیواره رو بردارن همطور در تنگنا میمونن. از اینجا در این جهان باید تمرین برداشتن دیوار یا به قول مولوی تیشه زدن به این دیوار رو ما آغاز بکنیم. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چون زندان بشکستید همه شاه و امیرید. یه چنین چیزیست. خلاصه مطلب اینه، زبان سادش اینه، اما این زبان فیلسوفانه هم داره که خب میره وارد عالم علت و معلول و غیره میشود که البته پیچیده تر هم میشه. نه اون ببینید اون یه معنای دیگری است. اون که میگن خداوند مقصدی و غرضی نداشته است، بله البته اونم معنیش این است، یعنی غرضی زائد بر ذات خودش نداشته. توجه میکنید ما همیشه آدمیان، ما خب غرض و غایت رو ما از روی خودمون میشناسیم دیگه، همیشه غرض و غایت غرض زائد بر ذات ماست. یعنی مثلا من امروز فکری میکنم و یه خواسته‌ای دارم، بعد به خاطر این خواسته‌ای که دیروز نداشتم ولی امروز دارم به اصطلاح بر من افزوده میشه، دنبال یه کاری روان میشم تا برم و به مقصودم برسم. در مورد خداوند اینها جاری نیست، برای اینکه چنین نیست که حوادثی در ذات او پدید بیاد، فکر تازه بیاد، اراده تازه بیاد، اینا همه محاله. لذا غرض زائد بر ذات خودش نداره. غرض از عمل یا افعال الهی همون ذات خودشه، یعنی چیزایی میآفرینه که نهایتاً غایتش خود اوست. که ما خدا رو معمولا مبدع المبادی میدونیم، ولی به قول ملا صدرا میگه که کما انه هو مبدع المبادی کذالک هو غایت الغایات و منتهی الاشواق و الحرکات. خداوند اولین اولین هاست، آخرین آخرین ها هم هست، یعنی غایت الغایات هست. همه غایت ها به او برمیگرده، لذا غایت داره در کار خودش، غرض داره به اصطلاح، اما غرض زائد بر ذات نداره. غرض از کل خلقت این است که نهایتاً انا الیه راجعون. بله این که بله درسته دیگه، باطل بله باطل نیست، برای این که نهایتاً به خودش بله هم. بله از دید ما دیگه، یعنی از دید خدا هم باطل نیست، برای این که غرض داره این خلقت، بله مقصودش خودشه، مقصود چیز دیگری نیست. بله که بندد طرف وصل، حافظ میگه از عشق شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه. خدا با خودش همیشه عاشق عشق میبرزه و همین دلیل هم تنهاست، معشوقش هم خودشه. بله خب خیلی ممنون از یکایی که دوستان تا نوبت آسیم شد.